مریلا زارعی. الان خب من مدت هاست که هیچ در مورد هیچ پدیده هیچ نظر دارم ولی نظر نمیدم. مشکل اینجاست که ما عقبتر از مردمی، ما میخوایم جنایت رو توصیف کنیم، ما عقبتر از جنایاتی هستیم که داره رخ میده. نمیتونیم تو سینما بریم. من درد میکشم که ما تو در جهانی داریم زندگی میکنیم که یک پدیده وجود داره به نام فضای مجازی. آدما هر چی دلشون بخواد تو فضا میگن و جالبه که ملت هم نگاه میکنن. توی همچین فضایی من نمیتونم همون حرفا رو پرده بیارم. چرا باید درگیر خودسانسوری بشه کارگردان؟ چرا باید ترس داشته باشه که مثلا این خانمای بی حجابی که مال خود اون اقلیمن و منطقه دارن رد میشن، نه خانوما نه یا ردشن؟ خب خاطرمون انقدر آگاهه که حتی اگه شما حرف دلشو بزنین ولی از روی ریاکاری بزنین، از روی گرفتن امتیاز از مردم بگیرین، مردم نمیبینن و مردم نمیشنون. درسته که میگن نگاه ابزاری داره اون ور بزن. اتفاقا وقتی من سناریو میخونم میبینم این زنی که به من گفتن بازیش کن الزاماً اینه که یه زنی فیلم داشته باشه، این نگاه ابزاریه. ولی وقتی خانم مریل استریپ در فلان فیلم فلان نقش رو بازی میکنه، در فلان فیلم فلان میکنه و نقش های متنوع، این اتفاقا استفاده ابزاری نیست. این استفاده از ذات هنرمندی اون خانم بازیگر. از نظر من سینمای فعلی علاوه بر این که خیلی فیلم جسور توش کمه و محدوده و اینکه چقدر تو فیلم های جسور شانس حضور داشته باشی، به شدت نظر من مردانه شد. تمام نویسنده ها بود، ذهنشون شروعش یکی بود یکی نبود، یه مردی بود، یه حاج آقایی بود، یه آقایی بود که یه خانومی هم داشت، یه نامزدی هم داشت، یه عشقی هم داشت، یه فلان. خیلی متاسفم. خب این سکوت قاعدتا یک فیلمساز زن به من یک پیشنهادی میده و میگه میخوام یک سوژه اینگونه رو فیلم کنم، میخوام برم روی نقاط حساسی که برام جذابه، مثل فسادهای مالی که در نتیجه فسادهای اخلاقی از زن. دلیل اینکه توی این فیلم مثلا حضور داشتم همین بود. اوضاع خوبه؟ آره نقشامون همه عالی، دقیق پیش رفت. خوبه. پس الان پول تو حسابه؟ نه پول تو حساب من که نیست، الان توی حساب تو پاناما آدمامون ولی دارن ردشو پاک میکنن. من بیشتر احساس کردم در مورد رویا که همه این کارا رو میکنه که خودشو اثبات کنه. تو این فیلم خیلی بنده خدا خانم مقویز تلاش کرد که این برچسب استفاده ابزاری در جهت فروش بیشتر بهشون نخوره. هر لحظه‌ای که ما هر جایی ایست میکردیم 10 یورو 100 یورو اضافه میشد. یورو در لحظه اول سکانس بود 15,000 تومان، آخر سکانس بود 17,000. یعنی ما آب می‌خریدیم میگفتیم الان 2-3 تا بطری بخریم چون 2 ساعت دیگه برامون در میاد مثلا 37,000 تومان. ایده اصلی فیلمی از آزیتا موگویی.